از چت جی پی تی حرف میزنیم، کیه که دوست نداشته باشه از نسخه پولی این هوش مصنوعی استفاده کنه؟ اونم با اون همه فیچرهای خفن و کاربردی که تو نسخه پولیش وجود داره، مثل امکان استفاده از جی پی تی 4، دسترسی به جی پی تیز و کلی پلاگین های خفن، جنریت کردن عکس یا حتی امکان آپلود عکس و تحلیل اون. اما خیلی ها نمیدونن که برای استفاده از این قابلیت ها نیازی به خرید اشتراک پولی چت جی پی تی نیست، چون جایگزینی وجود داره که امکان استفاده رایگان از تمام این فیچرها رو برامون فراهم کرده. توی این اپیزود اسمارتیست با من همراه باشید تا با هم به سراغ این هوش مصنوعی بریم و نحوه کار باهاش رو یاد بگیریم. پس بذارید که بریم. درود دوستان، من مریمم و به یک اپیزود دیگه از پلیلیست آموزش چت جی پی تی خوش اومدین. داستان این ویدیو برمیگرده به ویدئویی که من 8 ماه پیش تو همین پلیلیست منتشر کردم و توش 4 تا سایت رو واسه استفاده رایگان از جی پی تی 4 معرفی کردم که یکی از اون سایت ها بینگ چت بودش. الان که 8 ماه از انتشار اون اپیزود گذشته، از اون 4 تا سایت 2 تاشون دیگه رایگان نیستن، اما بینگ چت همچنان رایگانه و حتی بسیاری از فیچرها و قابلیت‌های پیشرفته‌ای که فقط تو نسخه پولی چت جی پی تی وجود داره رو هم اومده اضافه کرده و همین باعث شده که یه گزینه خیلی خوب باشه واسه کسایی که نمیخوان ماهیانه $20 هزینه کنن و اشتراک پولی چت جی پی تی رو بخرن. واسه همینم هم شد که من تصمیم گرفتم این اپیزود رو ضبط کنم و تک تک فیچرهایی که تو نسخه پولی چت جی پی تی وجود داره اما مایکروسافت به صورت رایگان توی بینگ قرار داده رو بهتون نشون بدم. قبلا برای دسترسی به این سیستم احتیاج بودش که شما حتما مرورگر ایج رو روی سیستمتون نصب کنید، وارد آدرس bing.com بشید و اینجا تب چت رو بزنید تا به این هوش مصنوعی دسترسی پیدا کنید. اما به تازگی دیگه احتیاج به این کار نیستش و میشه تو هر دستگاهی و با هر مرورگری با وارد شدن به آدرس copilot.microsoft.com به این هوش مصنوعی دسترسی پیدا کرد. اگه شما هم مثل من براتون این سوال پیش اومده که فرق بین بینگ چت و کوپایلوت چیه، باید بهتون بگم که جفتشون یه سرویس هستن و امکانات یکسانی هم دارن. بینگ اسم قدیمیشه و کوپایلوت اسم جدیدیه که مایکروسافت روی این سرویس گذاشته. و اینجا صفحه اصلی هستش که میتونیم از این هوش مصنوعی استفاده کنیم. این بالا لوگوی کوپایلوت رو داریم. این وسط یه سری پرامپت های پیشنهادی رو بهمون نشون داده که برای شروع کار با کوپایلوت میتونیم ازشون استفاده کنیم. این بخش پایین‌ترش، یعنی چوز کانورسیشن استایل، بخش مهمیه. توی این بخش ما میتونیم استایل چت مورد نظرمون رو بر اساس کاری که میخوایم با این هوش مصنوعی انجام بدیم و انتخاب کنیم و 3 تا حالت مختلف هم داره. حالت اولش مور کریتیو هستش که وقتی انتخابش میکنیم صفحه چتمون تم بنفش میگیره و توی این حالت وقتی به کوپایلوت پرامپت میزنیم پاسخهای خلاقانه تر و طولانی تری رو برامون تولید میکنه، اما دقت پاسخش کمتره. واسه همین این حالت کلا برای کارهایی که احتیاج به خلاقیت داره خوبه. در مقابل حالت مور پریسایز رو داریم که وقتی انتخابش میکنیم صفحمون تم سبز رنگ میگیره و تو این حالت کوپایلوت پاسخهای کوتاه و مختصری رو با خلاقیت کمتر تولید میکنه، اما دقت پاسخهاش خیلی خیلی زیادتره. و دقیقا بین این دوتا حالت، حالت مور بالانس وجود داره که وقتی انتخابش میکنیم صفحمون تم آبی میگیره و تو خروجی هاش سعی میکنه هم کمی خلاقیت داشته باشه و هم دیتاهای درستی رو تولید کنه. واسه همین به نظرم واسه کارهای روزانه این حالت بهترین گزینه است. حالا جلوتر که بریم همه این حالتها رو دونه دونه با هم تست میکنیم تا تفاوت خروجی هاشون رو ببینیم. این باکس پایینی هم جاییه که میتونیم ورودی ها و پرامپتمون رو بهش بدیم. واسه شروع کار باهاش من ساینین رو میزنم تا وارد بشیم. تو این صفحه شما اگه از قبل اکانت مایکروسافت داشته باشید میتونید خیلی راحت لاگین کنید و اگرم ندارید میشه خیلی راحت و به رایگان یک اکانت بسازید. من کریت وان رو میزنم که شما هم با طرز ساخت اکانت آشنا بشید و ببینید که اصلا کاری نداره. تو مرحله اول باید ایمیلمون رو وارد کنیم. بعدش یک پسورد برای اکانتمون انتخاب میکنیم و میزنیم. تو مرحله بعدی باید فرست نیم و لست نیممون رو وارد کنیم. حالا اینجا کشور و تاریخ تولدمون رو ازمون میخواد. واسه کشور ایران رو هم میشه انتخاب کرد، اما من میذارم روی آلمان بمونه. بعدش تاریخ تولد رو هم وارد میکنم و تو مرحله بعدی برای ایمیلمون یک پیام ارسال میشه که داخلش یک کده. اون کد رو باید اینجا وارد کنیم. حالا اینجا ثابت میکنیم که ربات نیستیم. فقط حواستون باشه که این مرحله یکم طولانیه و واسه گذروندنش باید خورده حوصله به خرج بدیم.
و در نهایت دیگه ساخت اکانتمون تموم میشه و وارد محیط کوپایلوت میشیم. پس حالا بیاید بریم که نحوه کار باهاش و فیچرهای مختلفش رو با هم ببینیم. اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم تفاوت خروجی هایی هستش که کوپایلوت تو سه تا حالت مختلف چتش تولید میکنه. مثلا من حالتش رو میذارم روی موربالانس بمونه و بهش میگم لطفاً به من تفاوت بین محاسبات ابری و محاسبات مهر رو توضیح بده. میبینیم که شروع میکنه اول توی وب سرچ کردن و بعدش پاسخمون رو تولید میکنه و این یعنی به اینترنت دسترسی داره و اطلاعاتش کاملا به روز هستش. و یکی دیگه از مزایاش اینه که موقع تولید خروجی واسه متنی که مینویسه ریسورس هم میزنه. خیلی وقت این ریسورس ها بسیار بسیار به درد بخور هستن و لینک های مفیدی رو بهمون میده. به نظر من پاسخی که توی این حالت برای پرامپتمون تولید کردش یه پاسخ جامع و کامله که کاملا هم درسته و اندازه متنش هم نرماله، نه خیلی کوتاهه نه خیلی طولانیه. حالا من نیو تاپیک رو میزنم و این بار حالت چت رو روی مور کریتیو میذارم و دوباره همین پرامپت رو بهش میدم. به نظرم این بار خروجی که داره تولید میکنه لحنش عامیانه تره، اما همونطوری که اول اپیزودم گفتم پاسخش خیلی دقیق نیستش و متاسفانه تهش هم اینجوری یهو هنگ کردش. اما کلن واسه کارهایی که احتیاج به خلاقیت داره این حالت خیلی مناسبه، مثل ایده گرفتن و ساخت عکس و اینجور کارها. حالا دوباره یه نیو تاپیک میزنم و این بار حالتش رو روی مور پریسایز قرار میدم و پرامپتمون رو بهش میدم. این بار میبینیم که متن خروجیش کوتاه‌تره اما دقت بالاتری داره، جوری که واسه تک تک جملات اومده ریسورس زده، پس تو این حالت خیلی مختصر مفید پاسخمون رو میده. فیچر بعدی که میخوام بهتون نشون بدم یکی از جذابترین فیچرهای کوپایلوته که تا حالا واسه خود من خیلی خیلی کاربردی بوده و اونم امکان آپلود کردن عکسه. ممکنه تا حالا برای شما هم پیش اومده باشه که یه عکس داشتید و در مورد اون عکس سوالی واسهتون پیش اومده. این فیچر برای چنین مواردی عالیه، چون میتونیم عکسمون رو بهش بدیم و هر سوالی در مورد اون عکس داشته باشیم رو ازش بپرسیم. مثلا واسه خود من خیلی وقتا پیش اومده که سیستمم به ارور خورده و نمیدونستم که چجوری رفعش کنم. اینجور مواقع من از ارورم یه عکس میگیرم، میام اینجا عکسی که از ارورم گرفتم رو آپلود میکنم و ازش میپرسم که چطور میتونم این ارور رو برطرف کنم و میبینیم که کامل ارور رو تشخیص داد و برام نوشت که این ارور رو موقع نصب اوپن وی پی ان گرفتی و برای رفعش باید فلان کار رو انجام بدی. یا مثلا چند روز پیش من یه گلدون کادو گرفتم که اصلا نمیدونستم اسمش چیه و چطوری باید ازش مراقبت کنم. اومدم عکسش رو برای کوپایلوت آپلود کردم و اون کمکم کرد که خیلی سریع هم اسمش و هم طرز نگهداریش رو پیدا کنم، در صورتی که اگه چنین فیچری وجود نداشتش من باید ساعت‌ها توی وب میگشتم تا اسم این گیاه رو بتونم پیدا بکنم. خلاصه که این فیچر خیلی خیلی کاربردیه. فیچر دیگه‌ای که تو نسخه پولی ChatGPT وجود داره و کوپایلوت امکان استفاده رایگان ازش رو برامون فراهم کرده، امکان ساخت عکس با هوش مصنوعی دالی هستش که من قبلا هم تو کانال اینو چندین جا توضیح دادم. واسه ساخت عکس بهتره که حالت چت رو روی مور کریتیو قرار بدیم و عکسی که می‌خوایم رو بهش بگیم تا بسازه. مثلا من تو پرامپتم براش می‌نویسم که تصویر چهره یه گورگ رو برام بسازه و به این شکل 4 تا عکس فوق‌العاده خفن رو واسه هم ساختش. حالا یه چیز خوبی که کوپایلوت داره اینه که وقتی یه پرامپت بهش میدیم خودش بر اساس اون پرامپتی که ما بهش دادیم چند تا پرامپت رو این پایین بهمون پیشنهاد میده که اکثرشون هم خیلی پیشنهادهای خوبی هستن. مثلا اینجا یکیش اینه که چشمای گورگ رو آبی کن. من همینو بهش میدم ببینیم چشماشو آبی میکنه. بله میبینیم که چشمهای گورگ رو آبی کردش. پس این هم از نحوه ساخت عکس با این هوش مصنوعی. یه قسمتی که در موردش صحبت نکردیم این بخش سمت راستیه که از اتفاق فیچرهای خیلی مهم و کاربردی رو داره. توی این قسمت پایینش دقیقا مثل ChatGPT تاریخچه چت‌های قبلیمون رو نگه میداره که اگه بعدن خواستیم بتونیم دوباره بهشون دسترسی پیدا بکنیم. اما بخش مهمترش این بالاست. تو نسخه پولی ChatGPT ما یه سری امکانات پیشرفته تر داریم به اسمهای GPTs و پلاگین که مایکروسافت این دوتا امکان رو هم به تازگی اومده و به کوپایلوت اضافه کرده.
GPTs یا کاستوم GPT ها همون چت GPT هستن که پشتش یه پرامپت پیشرفته و مهندسی شده قرار گرفته که برای کار خاصی اومدن و شخصی سازی شدن. مثلا این GPT فیتنس ترینر مخصوص نوشتن برنامه های ورزشی اومده و شخصی سازی شده و پشتش یه پرامپت خیلی خفن قرار گرفته که بهش گفته تو نقش متخصص فیتنس رو داری، احتمالاً یه عالمه دیتا اون پشت بهش داده شده و کامل بهش دستورالعمل دادن که مثلا برای نوشتن یه برنامه ورزشی باید جنسیت، قد، وزن کاربرت رو بدونی، ازش بپرسی که مشکلات فیزیکی داره یا نه، هدفش از این برنامه ورزشی چیه، میخواد چربی سوزی بکنه یا عضله سازی، و بعد دقیقاً عین یک متخصص طبق دیتایی که از شما گرفته براتون برنامه ورزشی تولید میکنه. در صورتی که تو حالت عادی واسه گرفتن یه برنامه ورزشی خیلی خفن شما خودتون باید مهندسی پرامپت بلد باشید تا بتونید یه برنامه ورزشی خوب از هوش مصنوعی تحویل بگیرید. مثلا من واسه اینکه تایم اپیزود طولانی نشه یه پرامپت بهش میدم که تمامی اطلاعاتی که گفتم و داخلش نوشتم تا برام برنامه ورزشی بنویسه. میبینیم که باز با این حال ازم پرسید که در حال حاضر فیتنس لولم در چه حدیه و چرا. خب من براش مینویسم که فیتنس لولم 3 هستش چون الان 3 ساله که هفته 3 روز دارم ورزش میکنم. بعد دوباره ازم پرسید که مشکل جسمی خاصی دارم یا نه، بهش میگم نه ندارم و حالا میبینیم که برام یک برنامه ورزشیه خیلی حرفه‌ای و کاستوم شده نوشت که عملا قابل اجراست. پس با این GPT ها احتیاجی نیست که شما مهندسی پرامپت بلد باشید و بخواید پرامپت های پیشرفته بسازید و میتونید دیگه خیلی ساده فقط از همین اینها استفاده کنید و کارتون رو پیش ببرید. تو نسخه پولی خود چت GPT یک عالمه از این GPT ها وجود داره که هر کدوم اونها رو خود کاربرای چت GPT واسه کارهای مختلف ساختن و هر کسی میتونه GPT هایی که ساخته رو داخل GPT استور قرار بده و ازش هم کسب درآمد بکنه. اما حالا مایکروسافت فقط این GPT رو اومده و به رایگان در اختیار ما قرار داده که میتونیم ازشون استفاده کنیم. علاوه بر GPT ها تو نسخه پولی چت GPT ما یه سری پلاگین هم داریم. در واقع این پلاگین ها یه سری برنامه ها و اپلیکیشن هایی هستن که شرکت های دیگه ای اومدن و ساختنشون و یه سری امکانات پیشرفته تر در اختیارمون قرار میدن. مثلا چت GPT خودش نمیتونه بره و برای شما پرواز رزرو بکنه، اما با پلاگین کایاک این امکان فراهم شده. اینجوری شما فقط به هوش مصنوعی میگید که برای فلان روز، فلان ساعت و برای فلان مقصد من میخوام پرواز رزرو کنم و پلاگین کایاک کاملا اوتوماتیک لیست پروازها رو براتون در میاره، قیمتها رو مقایسه میکنه و خیلی اوتوماتیک کارتون پیش میره. حالا مایکروسافت چند تا از پرکاربردترین پلاگین ها رو اومده و داخل کوپایلوت هم قرارش داده. مثلا پلاگین کایاک رو ما اینجا داریم و اینها هم لیست این پلاگین هاست. هر کدومو که خواستین و به کارتون میومد میتونید امتحانش کنید و ازشون استفاده کنید. مثلا این پایین یه پلاگین داریم به اسم سونو که خیلی بامزه است. این پلاگین میاد کاملا اوتوماتیک براتون آهنگ میسازه. مثلا من بهش پرامپت میزنم که یه آهنگ انگیزشی بساز واسه موقع تمرین تو باشگاه، ببینیم چیکار میکنه. میبینیم که اون کاملا اوتوماتیک اول اومدش متن آهنگ رو نوشت و بعد حالا شروع میکنه به جنریت کردن آهنگ. بذار براتون پخشش کنم ببینیم چی ساخته. میبینیم که هم شعر رو ساختش و هم بعدش براش ملودی ساختش. حالا من داشتم تستش میکردم، آهنگای فارسی هم میتونه بسازه. حتی میتونید شما بهش متن شعر رو بدین و ازش بخواید که فقط براتون ملودی بسازه. هر کاری که بخواید میتونید باهاش انجام بدین. پس اینم از معرفی هوش مصنوعی کوپایلوت و امکاناتی که به رایگان در اختیارمون قرار داده. فقط حواستون باشه که این یه جایگزین رایگان برای چت GPT هستش و نمیتونیم توقع داشته باشیم که به خفنی نسخه پولیش باشه و تمام امکاناتش رو داشته باشه. اما همونطور که دیدین تا حد خیلی
خیلی خوبی فیچرهای خفنش رو به رایگان در اختیارمون قرار داده. یه نکته خیلی مهمم اینه که به نظر من واسه انجام کارهای تخصصی تر و پیچیده تر مثل مقاله نویسی، تولید محتوا یا برنامه نویسی، خود ChatGPT حتی نسخه رایگانش عملکرد خیلی خیلی بهتری داره. واسه همین بهتون پیشنهاد میکنم که اگه نمیخواید هزینه کنید و نسخه پولیشو بگیرید، حتما در کنار کوپایلوت اکانت رایگان ChatGPT رو هم بسازید و ازش استفاده کنید. منم تو پلیلیست آموزش ChatGPT کلی اپیزود واسه این موضوع منتشر کردم که برای ادامه یادگیری میتونید برید و اونها رو ببینید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.